إن كتاب الشريف الكافي كتاب الإيمان والكفر مجال باب مجالسة أهل المعاصي، مجالسة أهل المعاصي نمودان. روايات از امام صادق عليه السلام از رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم روايت كردن. اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءه منهم. رسول اعظم صلى الله عليه واله وسلم فرموده بعد از من وقتی که شما اهل ريب را دیدید و اهل بدعت را دیدید بعد از من پس ظاهر بکنید براءتتان را. اظهروا پس ظاهر بکنید، مجرد اینکه اینها را دیدید ظاهر بکنید، اظهار بکنید براءتتان را. برایت نیست که در قلبت برایت بکنی، نه نه، بیزاریت رو باید ظاهر بشه، باید مردم بدانند که شما از اونا بیزارید، مردم باید بفهمند که شما از اونا نفرت شدید دارید. از عمر بن الخطاب علیه اللعنت و العذاب، خدا عذابش بیشتر از این امجنس بازه حرام زاده، باید مردم بدانند که شما از او بیزار نفرت شدید دارید، اصلا از اسم او بدتان میاد، بدتان میاد، نفرت دارید، تمام بیزار هست، براءت دارید. اظهروا امر پیغمبره، امر دلالت بر وجود، ظاهر بکنید، اظهار بکنید. و اکثروا من سبهم، و به اونها زیاد بد بگید، کلمات زشت فحش بدید به اونها، سبهم و زیاد بگو لعنتی ملعون، ولد الزنا، همجنس باز، چلپاس خور، راست دروغ هم نگو، راست این راست زیاد اینا. اکثروا من سبهم، زیاد به اونها بد بگید. والله من دیگه توهین کرده به مقدسات عزیزان اهل سنت، توهین کرده. خب این پیغمبر، فرمان پیغمبر، فرمان امام صادق علیه السلام، فرمان امام باقر علیه الصلاه و السلام که این ملعونا را ما به خاک سیاه بمانیم، به مقدسات توهین کرده. خاک بر سر شما، خودتان عالم حوزه میدانید، خاک بر سر همچین حوزه‌ای که شما عالمش باشید. والقول فيهم، و عیب های اونها را بیان بکنید. عرض کردم که اون چیزی که کمر دشمنان شیعه را میشکند بیان کردن مطاعن ابو بکر و عمر و عایشه است. بیان بکن کمر اینها را میشکند، اینها را فلج میکند، قلوب اینها را حیبت حیدری میگیرد، خدا شاهد، پروردگار عالم قسم اینطوری دست و پای خدا گم میکنند، اصلا نمیدانند، مبهوت مبهوت میشن. یک کسی را که خوف شدید بگیرد، دوستان عزیز، خوف شدید، مثلا روز قیامت وقتی که کفار آتش جهنم را میبینند زبان اینها کار نمیکند، دست اینها کار نمیکند، از شدت خوف پاها اینها حرکت نمیکنه، بدنشان میلرزه از شدت خوف، میخوان حرف بزنن نمیتونه حرف بزنه. شما وقتی که حقایق را بیان میکنید، علمای شیعه متائن ابوبکر عمر را بیان میکنید، این حال جماعت نواصبه، قلوب اینها پر از هیبت، از خوف، از وحشت، از استراب، از استراب، دستهاشن کار نمیده، پاهاشن کار نمیده، زبانشن کار نمیده، اصلا میمانن که چی کار بکنه، کمرشان را میشکنه. و اکثروا من سبهم والقول فيهم والوقیعه، عیب های اونها را بیان بکن. و باهتوهم، با اونها چنان صحبت بکنید که اونها را کمر اونها را بشکنید، مبهوتشان بکنید. امر پیغمبره، صیغه هم صیغه امر، امرم ظاهر دلالت بر وجود دارد. بعد عزیزان جماعت عمریه را اینا مقدساتشان را توهین کرده. خب عجب کار خوبی کردم، از پیغمبر اطاعت کردم، شکر خدا، نصرت مولای امیر المؤمنین علیه السلام را کردم، شکر خدا، قلب حضرت زهرا صلی الله علیها را شادمان کردم، شکر خدا، سرفرازم، اهل بهشتم، اهل نجاتم، اهل دعای خیر حضرت زهرا سلام الله علیها هستم، اهل دعای خیر حضرت دوازده امام علیه الصلاه و السلام هستم، امیدم به دست عطای اونها است و به من وعده کردن که به من عطا میکنن ان شاء الله العزیز. و گفتن بله، حالا اوناش به من. خب شکر خداوند متعال، شما جماعت بله میگن که به مقدسات عزیزان عمریه توهین کرده، عجب خوب کاری کردم، شکر خدا. کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس، تا که اینها در فساد اسلام دیگر طمع پیدا نکنن، دیگر مایوس بشه، باید تمام علمای نواصب باید مایوس بشن و ان شاء الله این انجام میپذیرند. این کار شدنیه، شیعه یاد بیدار بشید، این کار را همین الان مایوس شدن، صبر کنین من عربی شبکه درست بکنم، اردو درست بکنم، ان شاء الله انگلیسی درست بکنم،
معیوس که شدن اینا رو معیوس تر دیگر میکنیم، معیوس بشن دیگر، در دنیا و آخرت هیچ امیدی نداشته باشن و مردم هم از اونا دوری بکنند. ولا یتعلمون من بدعهم، و کسی از بدعتهای اونها یاد نکنند. اگر این کار را کسی انجام بدهد، یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات فی الاخره، خداوند متعال برای شما حسنات می نویسه و در روز قیامت درجات شما را بلند میکنه. دوستان عزیز، من زیاد سخنرانی کردم امروز.